افشاسازی حقایق مرگ و مریضی نغمه توسط شفیق مرید و منگل که باورتان نمی شود و جدا شدن نغمه از شوهر دومش قبل از وفاتش. نغمه در کدام کشور زندگی می کرد؟ دلیل وفات این هنرمند مشهور افغانستان چی بوده است؟ رازهای پشت پرده و پنهانی نغمه که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند تاریخ ساز، مشهور، محبوب، سرشناس و یکی از چهره های جاودان در هنر موسیقی افغانستان می باشد. هرچند نغمه پشتون بوده است ولی اولین خانم پشتونی بوده است که مبارزه در برابر حقوق زنان در ولایت پشتونخیز عجبلا قندهار و پکتیکا داشت. نغمه آهنگ های فراوانی به زبان شیرین پشتو ولی گاهگاهی به زبان دری هم سروده است که تاکنون ثبت هنر موسیقی افغانستان شده است و هرگز آهنگ های نغمه فراموش نخواهد شد. بانو نغمه یا شاپیره افغانستان در کشور امریکا زندگی می کرد. از منگل شوهر اولش جدا شد و با غلام نبی یکی از رهبران مجاهدین ازبق کشور ازدواج کرد. ولی این روزها تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا وفات کرده است و دلیل وفات نغمه سرطان خون بوده است. اما شفیق مرید و منگل این خبرها را بی اساس و بی بنیاد می داند ولی از مریضی نغمه تاییدی کردند که نغمه مریض است و در شفاخانه در امریکا بستری است. دلیل بستری شدن نغمه جدا شدن از شوهر دومش می باشد. این همه در حالی است که نغمه از منگل دارای 4 فرزند می باشد و یکی از فرزندانش همسر شفیق مرید بوده است. ولی من آرزوی شفایاب شدن برای این بانوی هنرمند و سرشناس کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه، شفیق مرید و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر همتان را بر لای منان می‌سپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.